دو مقام عراقی به خبرگزاری رویترز گفتند نیروهای عراقی سرگرم عملیاتی نظامی برای کنترل منطقه نزدیک مرزهای ایران هستند تا از آنجا برای انتقال نفت به ایران استفاده کنند این دو مقام عراقی که نام آنها ذکر نشده گفتند به دلیل کوهستانی بودن این مناطق ارسال نفت کرکوک به ایران با مشکلاتی مواجه می شود زیرا دو گروه مسلح در آنجا فعال هستند گفته میشود دولت عراق میخواهد نفت خام کرکوک را برای پالایش به کرمانشاه منتقل کند علی جوانمردی گزارشی دارد در این زمینه به گفته مقام های عراقی عملیات پاکسازی مناطق موسوم به کوهستان های همرین که بین کرکوک و خانقین هم مرز با ایلان و کرمانشاه در غرب ایران واقع شده این هفته شروع می شود. مناطقی که مقامات نظامی عراقی میگویند بقایای داعش و گروهی دیگر معروف به پرچم سفید ها که عمدتا اهالی دوبز و خورماتو هستند و داوطلبان آزادی کرکوک خوانده میشوند در آنجا هستند این در حالی است که پیشتر عراق پاکسازی این مناطق را از داعش اعلام کرده بود و اکنون روشن نیست چگونه و از کجا بار دیگر داعش به کوهستان های همری رسیده است از سوی دیگر دلشاد شعبان عضو کمیسیون نفت و گاز پارلمان اقلیم کردستان عراق به صدای آمریکا میگوید اساساً همرین منطقی که قرار است در آن عملیات نظامی صورت بگیرد مسیر ارسال نفت کرکوک به ایران نیست تا جایی که اطلاع داریم این نفت از طریق تانکر صادر نشده است جدا از این چاههایی نفت نزدیک به کوهستان همرن تحت مدیریت کمپانی نفت شمال وابسته به دولت عراق است و اساسا هیچ تولید نفتی در این حوزه وجود ندارد اکنون تنها نفت سیاه و مشتقات نفتی عراق از مرز خاکی منظریه و خانقین به مرز خسرویه ایران صادر می شود و آنچه مربوط به همرین است چاهای نفتی آنجا هیچ تولیدی ندارد. ایران و عراق پیشتر توافق کردند که روزانه 60 هزار بشک نفت کرکوک به ایران صادر شود و در مقابل ایران این مقدار نفت را در جنوب به عراقی ها باسپس بدهد. کرکوک در 2014 به کنترل کردها درآمد و بدین ترتیب از حمله داعش در امان ماند ولی اکنون با توجه به مسیر انتقال نفت کرکوک به ایران روشن نیست دولت عراق عملیات پاکسازی کوهستان های همرین در نزدیکی مرز با ایران را با چه هدفی انجام می دهد؟ عملیاتی که با توجه به نقل و انتقالات روزهای اخیر های نظامی سپاه پاسداران ایران به غرب کشور به نظر می رسد که با سپاه پاسداران به طور مشترک انجام پذیرد. علی جوانمردی، صدای آمریکا.